و حال آقای رضا باهر سخنگوی وزارت مهاجرین با ما هستند تا در مورد یافته های کمیسیون حقوق بشر از آوارگان جنگ بحث و گفتگو داشته باشیم. این کمیسیون گفته که در 6 ماه پسین بیش از 60,000 خانواده آواره شدند. آقای باهر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به مجموعه خبری پیک روز. سلام. بله آقای باهر، میخوایم بپرسم که نظر شما در مورد آماری که کمیسیون مستقل حقوق بشر نشر کردن، اگر آگاهی داشته باشین، گفتن در 6 ماه پسین بیش از 60,000 خانواده آواره شدن، درست است؟ و آیا این آمار نزد شما چگونه است، کم و بیش هست یا نه؟ خب آماری که ما داریم تا آخر سرطان سال 1400 از اول سال تا آخر سرطان در 4 ماه اخیر حدود 51,000 خانواده از محلات تسلیشان بیجار شدن. اگر ما آمار سال 2021 یا سال مالی 1400 تعقیب بکنیم به حدود 67,000 خانواده میرسه، که همون چیزی که کمیسیون مستقل حقوق بشر اعلام کرده، یک چیز نزدیک به واقعیت است، که یعنی یک چیز نزدیک به آمار است که در وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان هم جمع آوری شده و همکاران ما این آمار را پس از سروی و پس از شناسایی بیجار شده ها دریافت کردن و در هر 15 روز برای ما ارسال میکنن از 34 ولایت کشور، که تا هنوز به 51,000 خانواده در سال 1400 بیجار شدن. در سال 2021 بیجار شده های داخلی به 67,000 خانواده میرسن و در سال 1400 تا هنوز به 72,000 خانواده کمک رسانی صورت گرفته. بله، یعنی از این 60,000 خانواده ای که در 6 ماه پسین بیجار شدن، روی بیجار شدگانی که در سالهای گذشته هم بودن، میشه بگوییم مجموعا چند بیجار شده وجود داره در افغانستان؟ خب در مجموع حدود بیش از 3,000 خانواده در سراسر افغانستان از سالیان گذشته به این طرف به حالت بیجار شدگی به سر میبره. اینا اگر ما هر خانواده را 7 نفر در نظر بگیریم، بیشتر از 2 میلیون نفر میشه که از سال 1395 به این طرف در وزارت امور مهاجرین به ثبت رسیدن و اینا به حالت بیجار شدگی به سر میبره و همواره تحت برنامه های کمکی ما هم قرار گرفته، هم در برنامه های کمکی زمستانی و هم در برنامه های کمکی که ما در قسمت رفع نیازمندی اولی بیجار شده ها داریم و هم اینا تحت برنامه های طولانی مدت وزارت امور مهاجرین که در قسمت ادغام پایدار بیجار شده ها و استقرار پایدار بیجار شده ها و بازگشت بیجار شده ها به محلات تسلیشان برای ختم روند بیجار شدگی، این برنامه ها در وزارت امور مهاجرین تطبیق میشه. این مجموعه بیشتر از 2 میلیون نفر از این برنامه های وزارت امور مهاجرین برخوردار میشه و شامل برنامه ها است. بله، بیشتر این بیجار شده ها در کجا به سر میبرن؟ یا در مرکز هستن یا نه؟ در همان ولسوالی و یا مناطقشان که بیجار شدن در یک منطقه یک ولسوالی دیگر انتقال یافتن؟ ما دو تا بحث داریم در قسمت. یکی اگر ما بیجار شده های سال 1400 را در نظر بگیریم، اونا بیشترشان در همون ولایت خودشان هستن، یعنی کسانی که خانواده هایی که در نتیجه ناامنی ها و در نتیجه تسلط طالبان بر مناطقشان از اون مناطق کوچ کردن و آمدن در ساحات تحت حاکمیت دولت افغانستان، عمدتا در ولایت خودشان زندگی میکنه، فراتر از ولایت خودشان نرفتن. اگر یک خانواده در کندوز از ولسوالی هایش آمده، عمدتا به شهر کندوز هستن یا به همون قسم در قندهار، هلمند، فاریاب و جوزجان و لغمان و ننگرهار که بیشترین بیجار شده های سال 1400 به خود اختصاص میتن، اینا بیشتر کسایی هستند که از ولسوالی های ای ولایات آمدن به مراکز ای ولایات. ولی اگر ما بیجار شده های پیش از زور رویش بحث بکنیم، در بحث دوم، بیجار شده ها عمدتا در شهرهای بزرگ افغانستان آمدن. ما سالهای گذشته روند بیجار شدگی به شکلی بود که اینا به هر دلیلی، به دلایل مختلف اقتصادی و امنیتی و حوادث طبیعی، اینا از یک ولایت کوچکتر آمدن به یک ولایت بزرگتر. ما در این شماره بیجار شده ها
بیشتر میزبان بیجار شده ها را داریم در ولایت کابل، در مزار، در هرات، ننگرهار و قندهار. اینا ولایاتی هستند که بیشترین بیجار شده های طولانی مدت را به خود اختصاص داده، به خاطر از اینکه در این ولایات در یک طرف زمینه کمک رسانی برایشان فراهم است و در سوی دیگر اینا چون این ولایت بزرگ افغانستان زمینه کار را بیشتر داره که یک بخش عمده از بیجار شده ها به دلیل اینکه بتونن روی پای خود ساز شوند و در بازار کار وارد شوند در این شهرهای بزرگ افغانستان آمدند. بله آقای باهر، حالا بیجا شده هایی که از سال گذشته و دو سال پیش بودن در چه حدی رسیدن؟ یا تانستن بر خودشان کاروباری پیدا بکنن، سرپناهی پیدا بکنن و خیال وزارت مهاجرین و نهادهای کمک کننده از بابت از اونا راحت باشه برای از اینکه بخوان کمک های عاجل برسانن و تمرکز بیشتر روی بیجا شده های این چند ماه اخیر هست؟ ما برنامه های طولانی مدت را برای استقرار پایدار بیجا شده ها، برای ادغامشان در محلات دومی و برای بازگشتشان و برای اینکه بتانیم بیجا شده های واقعی را تثبیت بکنیم و ثبت راجستر بکنیم، این برنامه ها را روی دست داریم. برنامه های دیگه هم برای تامین شفافیت در توزیع کمک های بشردوستانه داریم که روی اکثری مکانیزمی که فعلا در قسمت سروی بیجار شده ها و در قسمت توزیع کمک ها اجرا میشن، روی هم کار کردیم که بتانیم بیشتر تامین شفافیت بکنیم. فعلا به خاطر اینکه وضعیت به شکلی است که جواب میکنه ما به نیازمندی اولیه بیجار شده ها رسیدگی بکنیم، فعلا این برنامه های طولانی مدت که ما داریم این برنامه ها را به یک شکلی به حالت تعلیق برآوردیم، یعنی حداقل از تمرکز ما بیرون است. فعلا ما متمرکز روی هستیم که به بیجار شده های اخیری که از اول حمل تا هنوز خانه هایشان ترک کردن و اینا نیازمندی بیشتر دارن بتانیم برای این بیجار شده ها کمک رسانی بکنیم. بله، آیا مسئله آموزش و پرورش و یا هم واجدین شرایط که باید به معارف یا درس هایشان را ادامه بتن و واجدین شرایط معارف هستن، در این مورد هم شما میتونین کار انجام بدین، برنامه داشته باشین برای دانش آموزان که از دروسشان و یا هم از مکتب و آموزش و پرورش عقب نمانند در این میان بیجا شده ها؟ ما این برنامه ها را هم برای بیجار شده ها و هم برای بازگشت کننده هایی که از کشورهای میزبان به افغانستان بازگشت می کنند داریم. با یک نامه رسمی به وزارت معارف هم بیجار شده ها و هم بازگشت کننده ها معرفی میشن به مخاطب و پس از عقص یک امتحان سویه و سنف هایی که اونا خود وزارت معارف و مخاطب در نظر می گیرند، اطفال بیجار شده و اطفال بازگشت کننده شامل مکاتب میشن. شما اخیراً حتما در برنامه های وزارت معارف هم شنیدید که اونا صنف های اختصاصی برای بیجار شده ها در هر ولایت اختصاص دادن. این هم یکی از برنامه های مهم است که برای بیجار شده ها در نظر گرفته شده و برای که ما بتانیم ارائه خدمات حقوقی به بیجار شده ها داشته باشیم در زمینه توزیع تذکره و فراهمسازی و حقوق شهروندی بیجار شده ها در هر محله که هستن، ما یک تفاهم‌نامه را سال گذشته با اداره احصائیه مرکزی به امضا رسانیدیم که بیجار شده های داخلی در هر نقطه از افغانستان که هستن میتونن تذکره الکترونیکی اخذ بکنن و روند توزیع تذکره الکترونیکی هم عنقریب در ولایت لغمان، کنر و ننگرهار از طرف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری اداره احصائیه مرکزی شروع میشه در همین یکی دو هفته پیش رو. ما این برنامه را هم داریم و هدف عمده این برنامه و توزیع تذکره به بیجار شده هایی است که ما بتانیم زمینه آموزش و پرورش اطفال بیجار شده ها را در هر نقطه که هستند فراهم بسازیم و در قسمت ارائه برنامه های صحی و بهداشتی برای بیجار شده ها باید بگویم که در ضمن اینکه ما برخی از کلینیک سیار در نقاط تجمع بیجار شده ها داریم و فراهم کردیم این زمینه را، وزارت صحت عامه هم متمرکز روی برنامه است، با ما همکاری جدی داره در قسمت و نهادهای بین المللی هم در زمینه ارائه خدمات صحی برنامه های مشخص خودش را داره که بر اساس تفاهم‌نامه هایی که با وزارت امور مهاجرین دارن در قسمت همکاری میکنن. و بحث دیگه ای است که ما در دو سال اخیر در جمع بسته های کمکی که به بیجار شده ها توزیع میکنیم
بسته های بهداشتی را هم اضافه کردیم تا اینکه بتانیم حداقل از گسترش ویروس کرونا در بین جوامع بیجار شده ها جلوگیری بکنیم. بله آقای باهر، تا کنون چقدر از بودجه یا پول از سوی وزارت مهاجرین برای کمک بیجار شده ها به مصرف رسیده، جدا از نهادهایی که کمک میکنن یا جامعه جهانی؟ خب شما میفهمید که وزارت امور مهاجرین یک اداره هماهنگ کننده و پالیسی ساز است. ما هیچ بودجه ای را از دولت افغانستان برای رسیدگی به بیجار شده های داخلی و برای اینکه ما بتانیم مستقیما به بیجار شده ها بسته های کمکی را توزیع بکنیم نداریم. ما صرفا بیجار شده ها را مشخص میکنیم، تعریف میکنیم و بسته های کمکی و روند کمک رسانی را هماهنگ میسازیم و مؤسسات را هماهنگ میکنیم که باید به بیجار شده ها توزیع کمک بکنه و از روند توزیع کمک ها نظارت داریم. این مسئولیت اساسی وزارت امور مهاجرین است. شما میفهمید که هر ساله ما برای حدود 500 هزار بیجار شده داخلی با همکاری نهادهای بین المللی آمادگی لازم را داریم. امسال به خاطر اینکه تعداد بیجار شده ها پیش بینی این موضوع بودیم، تعداد بیجار شده ها در سال 1400 نسبت به سالهای گذشته افزایش خواهد یافت، به او خاطر ما از نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی درخواست همکاری کرده بودیم. در یک قسمت هم اداره سازمان ملل متحد و هم سفارت آمریکا که یک بخش اعظمی از مؤسسات داخل افغانستان را کمک میکنه با ما اعلام همکاری کرده. در ماه جون سال 2021 شما تعهد دولت آمریکا را برای توزیع کمک و بیجار شده های داخلی حتما شنیدید که چیزی در حدود 260 میلیون دلار برای بیجار شده های داخلی و کسانی که از جنگ متاثر میشن اختصاص دادن. و روز گذشته در دیدار رسمی که وزیر امور مهاجرین با مسئول بخش مهاجرت سفارت آمریکا داشت، این موضوع تاکید شد و ما درخواست همکاری بیشتر را هم داشتیم از سفارت آمریکا و در این نشست تاکید شد که کمک هایی که از طرف دولت آمریکا برای افغانستان در قسمت بیجار شده ها و در قسمت مهاجران اختصاص داده بر اساس اولویت حکومت افغانستان به بیجار شده ها توزیع خواهد شد. بله آقای باهر، دقیقاً یک خانواده یا چند خانواده که از یک ولسواری یک ولایت بیجا میشن به ولسواری یا ولایت دیگره، چند روز بعد بر از او کمک میرسه؟ یعنی چگونه این برنامه را مدیریت کردین تا درست در زمان مناسب از او آگاه شوین که این خانواده ها بیجا شدن و نیاز به کمک دارن؟ خب در پالیسی حکومت افغانستان رسیدگی و بیجار شده های داخلی به دو بخش تقسیم میشه. یکی ما بخش حالت اضطرار را داریم که توسط کمیته حالت اضطرار و وزارت دولت در امور حوادث مدیریت میشه و پس از او ما حالت بیجار شدگی دائمی را داریم که وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان مسئولیت اساسی مدیریت این بخش از بیجار شدگی را به عهده دارد. در بخش حالت اضطرار هر خانواده و هر قشری از جامعه افغانستان که بیجا میشن میایند در یک محل، اونا در همه ساعات اولیه بیجار شدگیشان تحت کوشش وزارت دولت در امور حوادث قرار میگیرند تا 72 ساعت اصولا، ولی عملا تا هر زمانی که اونا در یک شرایط سخت قرار دارن از طرف وزارت دولت در امور حوادث وسایل کمکی را دریافت میکنن. وزارت امور مهاجرین هم در همین زمان سروه هایشان را آغاز میکنه و روند تثبیت و شناسایی بیجار شده ها را آغاز میکنه و پس از ختم حالت اضطرار که اینا به عنوان بیجار شده های داخلی به ثبت میرسه بر اساس پالیسی ملی بیجار شده های داخلی، ما برای این بیجار شده ها پس از او مطابق به نیازمندیشان در قسمت رفع نیازمندی اولیهشان همکاری داریم و در کنار رفع نیازمندی اولیه ما در زمینه ادغام پایدار بیجار شده ها و بازگشت بیجار شده ها با یک سری برنامه های حمایتی از بیجار شده ها حمایت میکنیم. بله آقای باهر، این کمک ها تا چه زمانی ادامه میتونه داشته باشه؟ نهادهای مدد رسان یا وزارت مهاجرین تا چه زمانی میتونه برای اینا برنامه ریزی بکنه، بر نهادهای کمک کننده برای اینا کمک بکنه؟ چند ماه طول خواهد کشید یا تا چه زمان ظرفیت از این هست که به این بیجار شده ها کمک صورت بگیره؟ معمولا
بسته های کمکی که شامل مواد غذایی است و بجا شده ها برای یک ماه تکافو میکنه نیازمندیشان را، ولی پس از یک ماه ما این تجربه را هم داریم که بجا شده ها مکررن بسته های کمکی دریافت کردن، ولی این کمک ها به صورت اگر بجا شدگی به صورت دوامدار باشه، یعنی چند سال طول بکشه و این خانواده ها همواره نیازمندی به کمک مؤسسات و دولت باشند، مشکلات را داره و این موضوع با توجه به اینکه آمار بلندی از بیجار شده ها در داخل افغانستان وجود داره چالش برانگیز است و با توجه به اینکه اینا نیازمندیشان بیشتر است چالش برانگیز است، ولی ما برای هر خانواده بیجار شده در اوائل بیجاشدگیشان یک بار توزیع کمک را داریم و یک بار دیگر هم در زمستان اول بیجاشدگیشان به این خانواده ها بستای کمکی را داریم که اینا از آسیب پذیری فصل سرما مسئول باشند، ولی اساساً باید روند بیجاشدگی در یک مدت کوتاه مدت باید ختم شود و خانواده ها باید به محلات اصلیشان باز بگردند، خاطر از اینکه آمار بلندی که از بیجاشده ها در داخل افغانستان وجود دارد، در کنارش موضوع فقر، در کنارش نیازمندی بلندی بیجاشده ها، این موضوع را دشوار می سازد که ما به همه بیجاشده ها همواره در هر ماه به صورت منظم کمک رسانی بکنیم. شما می فهمید که اگر ما همین 51,000 خانواده را اگر ما در هر ماه برایشان 5,000 افغانی هم توزیع بکنیم، چیزی بیشتر از 7 میلیارد افغانی نیاز داریم در یک سال. به او خاطر یک بودجه بسیار بلند نیاز داریم که ما بتانیم به بیجاشده ها به شکل که اونا درخواست دارن کمک رسانی بکنیم. به این خاطر ما روی این کار میکنیم که یک آمار دقیق از بیجاشده های واقعی را دریافت بکنیم و به کسانی که نیازمندیشان شدید است برای از اونا بله. آقای باهر، چگونه نزد شما معیار یا استانداردی وجود داره که مشخص بسازین چه خانواده‌ای واقعا به کمک نیاز داره و چه خانواده‌ای واقعا به کمک‌های عاجل نیاز نداره؟ یعنی چه چیزی میتونه این تفاوت را ایجاد بکنه؟ تا هنوز این تفاوت وجود نداره. در برخی از سروی هایی که ما در ساحات داریم، تیم سروی ما مشخص میکنه که خانواده نیازمندی به چی چیزی است و نیازمندیشان چی است و تا چه حد است، این را تیم های سروی مشخص میکنه، یعنی یک سیستم مدونی که بتونه تعریف بکنه که یک بیجار شده، یک خانواده تا چه زمانی به عنوان بیجار شده باید مورد حمایت قرار بگیره و نیازمندیشان تا چه حد باید باشه که برایشان وسایل کمکی توزیع شوه. این سیستم و حداقل یک تعریف، یک چارچوب در این زمینه در پالیسی ملی بیجار شده ها وجود نداره. این مشکل اساسی است که ما فعلا باش روبرو هستیم، به خاطر از اینکه این مشکل سبب شده که رقم بیجار شده ها هم بسیار بالا باشه، کسانی که درخواست کمک میکنن و اینا نیازمند هستن خود به خود فعلا در تعریف بیجار شده ها میآید که اصولا نباید باشه، چون موضوع فقر یک بحث جدا است نسبت به موضوع بیجار شدگی. فعلا رقم بلندی از کسانی که موضوع فقر هم باش دست و پنجه نرم میکنن، اونا هم تحت پوشش برنامه های کمکی وزارت امور مهاجرین است، ولی ما روی این موضوع کار میکنیم در طرح تثبیت و حمایت که یک تعریف دقیق از بیجار شده ها داشته باشیم و این را مشخص بسازیم که یک خانواده تا چه زمانی مورد حمایت قرار بگیره و چگونه برایشان توزیع کمک صورت بگیره و به کسایی که نیازمندیشان کمتر است در بدل کار باید برایشان توزیع کمک صورت بگیره که اونا حداقل به کمک خواری دوامدار عادت نکنند. بله، تا کنون برای بجا شده هایی که در این دور آخر هستند و در این 60,000 خانواده یا 50,000 خانواده چند دور کمک صورت گرفته؟ تا هنوز برای هر یک از این خانواده ها یک بار حداقل بسته های کمکی توزیع شده به 51,000 خانواده، ولی آمار را که ما داریم که در 34 ولایت جمع آوری شده به 72,000 خانواده تا هنوز ما کمک رسانی کردیم، یعنی بیشتر از آمار کسایی است که در سال 1400 بیجار شده. طبعا در این بین هم کسایی هستند که در سال 1399 و 1398 بیجار شده بودند یا هم خانواده هایی هستند که مکررن بسته های کمکی رو دریافت کردن،
یا هم کسایی هستند که بیجار شده نیستند ولی نیازمند بوده و اونا در سروی و نیازسنجی. بله آقای باهر، چه وقت این سروی به پایان خواهد رسید که حالا در صورتی که شما میگین برای این خانواده های بیجار شده یک دور کمک صورت گرفت، حالا از سوی هر کسی بوده باشه، پس چطور در اینجا جا داره که بیجار شده های واقعی و غیر واقعی یا اینکه مکررن کمک دریافت کرده باشن وجود داشته باشه؟ چگونه یک سروی از سوی شما چه زمانی صورت خواهد گرفت؟ خب فعلا برای این بیجار شده ها ما فقط در همین حدی که سروی توسط کمیته حالت استرار صورت میگیره اکتفا کردیم و این بیجار شده ها با همین سروی که جریان داره بسته های کمکی رو توزیع کردیم، بخاطر از اینکه نیازمندی شدید و بالای از این ها ایجاب میکنه که ما باید برایشان بسته های کمکی. بله تشکر از شما آقای باهر، زمان گفتگو هم به پایان رسید. ممنون از اینکه با ما بودین.